چند وقت پیش یه خبری اومد که قرار ما گیم پس فامیلی داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی با 4-5 تا رفیقامون یه دونه گیم پس بگیریم با هم دیگه استفاده کنیم، خیلی هم ارزون. بریم ببینیم چه خبره. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. امروز می‌خوایم بریم کلاً سراغ گیم پس فامیلی ببینیم که اصلا قضیه‌اش چیه، که اجرا میشه، چطوری قیمتش، و نظر من این که اصلا به درد به ما که تو ایران هستیم میخوره نمیخوره، کلا همه چیزو می‌خوایم بریم با هم دیگه بررسی کنیم. پس لایک و کامنت یادتون نره، بریم سراغ اصل ماجرا. آقا چند وقت پیش یه بیانیه داد ایکس باکس، حالا یه توییتی زد گفتش آقا گیم پاس فامیلی رو می‌خوایم اضافه کنیم. یعنی چی؟ یعنی 4-5 نفری یه دونه اشتراک گیم پاس می‌گیرید و با هم استفاده می‌کنید. اما دیگه چیز دیگه توضیح نداد تا اینکه چند وقت پیش، همین اخیراً چند روز پیش، توی کلمبیا و ایرلند مثل که تست شروع شد. یعنی توی اون کشور کاربرا میتونن بخرن و ازش استفاده کنن. حالا کلی سوال و نکته میمونه. یکی این که اصلا چند نفره میتونیم استفاده کنیم؟ من قبلا خونده بودم 5 نفر، بعد جدیدن یه جا خوندم دوباره 4 نفر. پس بین 4 تا 5 نفره. یعنی ما بین 4 تا 5 نفر میتونیم با هم دیگه استفاده کنیم. کی اجرا میشه هنوز مشخص نیست. الان این فاز بتاشه و حالا داره تست میشه دیگه. ببینید نتیجه چه شکلی میشه و به زودی حالا هر خبری بشه من ویدیو میذارم، تلگرام، اینستاگرام بهتون خبر میدم و توضیح هم میدم بهتون چه شکلیه. قیمتش چقدره؟ ببین قیمت دلاریش اگر اشتباه نکنم 10 دلار گرونتر از ایکس باکس گیم پاس آلتیمیت، یعنی 25 دلار اگر اشتباه نکنم. اما نکته اینجاست که ماها توی ایران تو ریجن های ارزونتر میخریم این گیم پاس رو کلا، و حالا آیا تو ریجن بندی باز برای ما قیمت مناسب میفته یا نه، این نکته اول. اصلا آیا ریجن بندی اینا براش اتفاق میفته؟ چون هیچی معلوم نیست، ولی احتمالا ریجن بندی اتفاق میفته. ولی اینکه به صرفه باشه قیمتش مشخص نیست حقیقتا. یعنی اینو باید صبر کنیم بیاد ببینیم. به فرض شاید اختلاف مثلا دلاریش 10 دلاره ولی تو ریجن بندی چقدره، این مشخص نیستش که چطوریه. ولی اگر حالا بتونیم ازش استفاده کنیم قطعا به صرفه تر خواهد. ولی یه نکته مهمی که پیش میاد اینه که خب مثلا میگم آقا 4-5 نفره قراره استفاده کنیم، اینو آیا قراره که با دوستای خودمون استفادهش کنیم یا اینکه نه مثلا میتونیم بریم یه شاپی بخریم، یکی از اشتراکاشو مثلا میده به من، 3-4 تا دیگه دست آدمهایی که من اصلا نمیشناسمشون. و این خیلی مهم ببینیم چه شکلیه، چون اگر اونطوری باشه که حتما باید دوست و رفیق خودم باشه، یه قاعده قانون خاصی برای استفادهش داشته باشه، شاید نتونیم خیلی راحت از شاپا مثلا بیایم مثل اکانت های ظرفیتی خریدش کنیم. شاید میگه آقا باید حتما 4-5 تا رفیقات جمع بشید اینو بخرید، یه ذره سختش میکنه قضیه رو. چون به فرض این که اصلا ما 4-5 تا رفیق صمیمی داشته باشیم که اصلا ایکس باکس پلیر باشن، این نکته اول. نکته دوم این که آقا فلانی شاید اشتراکش مثلا 2 ماه مونده، من اشتراکم تمام شده، یکی 1 ساله خریده هنوز 9 ماهش مونده و چیزای این شکلی. خب اینطوری باشه خیلی نمیتونیم با هم اوکی کنیم که همزمان گیم پس همون تمام شه همون بریم یه دونه از این فامیلیه بگیریم بتونیم چند تا استفاده کنیم. این خیلی مهمه و امیدوارم اوکی بشه بتونیم مثلا دسترسی جوری باشه که آدمای رندوم هم استفاده کنیم تا مشکل نخوریم. نکته بعدی این که میمونه، خب بچا میدونید دیگه گیم پسی که الان ماها میخریم به صورت اشتراکی یا ظرفیت هوم میگیریم یا سویچ. حالا 4-5 نفر که میخوان از یه اکانت استفاده کنن به چه شکل قراره باشه؟ یعنی اینکه مثلا خب ما الان میدونیم دیگه 2 نفر هیچ وقت نمیتونن از یه اکانت به صورت سویچ استفاده کنن، یا 2 نفر همزمان هوم استفاده کنن، 1 نفر هوم 1 نفر سویچ و تمام، دیگه نمیتونن هیچ کسی استفاده کنه. حالا اکانت جدید فامیلی قرار چه شکلی باشه که 4-5 نفری بتونن استفاده کنن؟ اینم خیلی مهمه. یعنی احتمال داره یه قاعده قانون جدید اصلا به خاطر این قضیه ایکس باکس بیاد رو اکانت اعمال کنه که مثلا شاید 3-4 نفر بتونن از اکانت سویچ استفاده کنن روی حالا اکانتی که مثلا اشتراک گیم پاس فامیلی داره، و اگر این اتفاق بیفته خب خیلی اوکی میشه. اگر نیفته یه ذره چالنجی دیگه، چون من الان نمیدونم قرار چه شکلی باشه واقعا، چون تا جایی که میدونیم به این شکله. احتمال قوی باید یه تغییراتی توش بدن که این اصلا قابل استفاده بشه برام. حالا اینکه آقا اصلا این به صرفه هست به درد میخوره یا نه، ببین هنوز که نیومده، اما به نظر من اینکه ما 25 دلار رو 4 نفره بخوایم استفاده کنیم قطعا ارزون تر از 15 دلار 2 نفر است. اما خب میگم بستگی به ریجن بندیش و نکته دیگه همون مدل استفادهش داره که اون 4 نفر میخوان از یه اکانت استفاده کنن و اگر دوست و رفیق نباشن ممکنه همو خیلی اذیت کنن. مثلا هوم و سویچ
به فرض کسی که مثلا اکانت هوم خریده با اونی که سویچ خریده، اونی که سویچ خریده نباید بره اکانت هوم کنه، و اگر این کارو انجام بده مثلا شاپ میره باش برخورد میکنه که فلانی چرا این کارو کردی. ولی حالا که 4 نفره خیلی سخت‌تر میشه این قضیه. امیدوارم که یه شکلی باشه که دردسرای اینطوری نداشته باشه و بشه استفاده کرد، در اون صورت قطعاً به صرفه‌تر برام. و اینکه اصلا چرا همچین چیزی رو ایکس باکس اومد ارائه داد. ببین سرویس‌های استریمینگ دنیا معمولاً کلا بحث این فامیلی رو دارن، یه اشتراک فامیلی مثل دیزنی پلاس و اینا، نتفلیکس، اینا اشتراک فامیلی دارن که ارزان‌تر در بیاد بر اعضای یه خانواده. میخوان مثلا هر کسی نه جدا 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 بخره، یا با هم دیگه با یه مبلغ خیلی به صرفه تر اون تهیه میکنم. حالا ایکس باکس وقتی، خب میگم من قبلا هم بهتون گفتم، وقتی پلی استیشن اومد سرویسش رو ارائه داد، خیلی به نفع همه ما میشه، چه ایکس باکس پلیرها چه پلی استیشن پلیرها، چون که خب یکیش همینه، فضا که رقابتی میشه اینا تو برای رقابت با هم دیگه میان به نفع کاربر حالا سرویسشون رو ارتقا میدن، مثل همین بحث فامیلی که خب از نظر هزینه‌ای برای ماها به صرفه تر میشه. قبلا هم گفته بودم بازی‌های یوبی سافت خب یه قراردادی قرار بود حالا انجام بشه که الان داریم میبینیم داره انجام میشه. قبلا گفتم که بازی‌های یوبی سافت هر ماه هر دو هفته یه بار داره میاد تو گیم پاس، بحث همین قرارداد است. و از طرفی اگر دقت کنید معمولا بازیایی که میان تو گیم پاس تو پلی استیشن پلاس هم میره، تو سرویس پلی استیشن هم میره، یا اونایی که میرن اونور اینجا هم میان. یعنی یه سری بازی‌ها رو شرکت یوبی سافت حاضر بوده مثلا وارد سرویس اشتراکی کنه، خب پلی استیشن و ایکس باکس هم از خودشونه دیگه، بازی خوب این شرکت ها حداقل خیلی ها میشناسن وارد کنن. برای همین میگم یه اتفاق خیلی خوب داره میفته. اینم بحث رقابتیه که ایکس باکس اومده این کارو کرده، به حالا از الگو گرفته از سرویس های استریمینگ دنیا که مال فیلم و سریال و اینا هستن، و کار درستیه. قطعاً میگم هزینه بسرفه‌تر میشه، فقط باید صبر کنیم که اخبار بیشتر بیاد بیرون، تستا ببینیم چه چی میشه و لانچ جهانی بشه، اون موقع من براتون دوباره ویدیو میگیرم میگم که آقا قضیه چیه، و اگرم قابل استفاده باشه شاپ خودمون هستش، میتونید اونجا خرید کنید، شاپ اسنو الانم هر چی بخواید میتونید بیاید اونجا بگیرید. همین دیگه بچه‌ها، گفتم این خبر رو کلا براتون پوشش بدم، هر چی که بود در موردش بهتون بگم که شما هم خبر داشته باشید. وقتی یهو لانچ شد این قضیه و پر شد تو شاپا که آقا ایکس باکس فامیلی اینقدر اینقدر اینقدر، شما تازه نرید دنبالش ببینید چی، الان خیلی اطلاعاتتون بیشتره. میدونم لایک کامنت ساب یادتون نره، و مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دو تا ویدیو هم پیشنهاد میدم دوست داشتید ببینید، و فعلا عالی و قوی.